سلام، به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته را از تالار کرو مرکز فرهنگی باربیکن لندن اجرا میکنم. در برنامه این هفته تأسیس دین و خلق هنری نو با ابزار و مصالحی نچندان نو، تالار جدید هنر اسلامی در موزه بریتانیا، استراب‌های مهاجرت انسان‌ها و پرندگان بر صحنه تئاتر. 20 سال پیش در بین 4 هنرمند نامزد جایزه ترنر که معروف به اثری نامتعارف و پیشرو تعلق می‌گیره، هنرمندی بود به اسم تأسیس دین که کارش عبارت بود از چند طراحی ساده روی تخته‌های گچی. 20 سال از اون تاریخ گذشته و تأسیس دین همچنان با ساده‌ترین مواد و مصالح و ابزار خلق اثر هنری می‌کنه. مثلا در عصر فیلمسازی دیجیتال اون همچنان با فیلم سلولوید کار میکنه. تماشا این هفته به سراغ خانم دین رفته. ما اغلب نمیدونیم چه اتفاق و یا چه منبع الهامی زندگی و بلند پروازی های ما رو رقم زده. شاید حتی زندگی ما تحت تأثیر چیزهای عمیق‌تر از یک اتفاق باشه. یکی از اسرارآمیزترین سوال‌ها اینه که چرا هنرمندها هنرمند میشن؟ و چرا به اون هنرمند به خصوص تبدیل میشن؟ من از اون جمله هنرمندها هستم که دوست ندارن در زمان شروع کارشون نقطه پایان رو بدونن. بارها این اتفاق میفته که مضطرب و گیج میشم و نمیدونم دقیقاً چه کاری دارم انجام میدم. در این شرایط احتمالاً یه لحظه است که هنرمند راه خودش رو پیدا میکنه. منم مثل بقیه راه خودم رو در یک لحظه به خصوص پیدا میکنم. شاعرانگی، فضای رمزآلود و پایبند بودن به هنر کلاسیک از ویژگی‌هایی که تأسیس دین 57 ساله انگلیسی رو از هنرمندای هم نسلش مجزا میکنه. سایمون شاما، مورخ هنری انگلیسی، درباره کار دین میگه: خودتون رو غرق آثار دین کنین تا دنیاتون دگرگون بشه. تأسیس دین زمانهای طولانی رو در برلین و لس آنجلس در کارگاهش سپری میکنه. او با مواد و مصالح و ابزار مختلفی کار میکنه. از گچ و تخته گرفته تا فیلم‌های 16 میلیمتری از رد خارج و دوربین‌های دست‌ساز. حتی گاهی با شبدرهای چهاربرگ و قلب سنگ هم کار میکنه. دین ابتدا عضو جنبش YBA بود. جنبشی متشکل از عده‌ای از دانشجوهای رشته هنر مدرسه گلدسمیث لندن که اواخر دهه 80 میلادی اسمی در دنیای هنر به هم زدند و کسایی مثل دیمین هرست و تریسی امین هم عضوش بودند. من خوششانس بودم که همزمان با جنبش YBA پا به دنیای هنر گذاشتم. البته هیچ وقت در این گروه یک فرد خودی به حساب نیومدم. کارهایی که انجام میدادم با بقیه جور نبود. کارهای من بیش از حد رمانتیک بودن. فیلم 16 میلیمتری از اولین رسانه‌های من بود که کار باهاش رو از مدرسه هنری سلید شروع کردم. سال 2011 این فیلم روزهای آخر حیاتش رو سپری می‌کرد. در فوریه اون سال لابراتوار فیلم سوهو در لندن که تخصصش در فیلم آنالوگ بود، یک شبه درش بسته شد. طوری که فکر می‌کردی دیگه نمیتونی این محصول رو پیدا کنی. همون سال موزه تیت مدرن از من خواست که برای سالن توربین پروژه‌ای انجام بدم. همزمانی این اتفاقها باعث شد من از این ابزار شیمیایی بی‌نظیر، یعنی فیلم 16 میلیمتری، برای پروژه سالن توربین تیت استفاده کنم. برای من فیلم یک تکنولوژی نیست، بلکه یک رسانه یا ابزار هنریه. زمانی که به فیلم به عنوان ابزار نگاه میکنی، متوجه میشی که میشه کارهای متفاوتی باهاش انجام داد. مثلا روش رنگ روغن گذاشت یا جوهر پخش کرد.
فیلم های من جدا از محتوا به مسئله ابزار بودن فیلم میپردازن. این چیزیه که در صنعت فیلمسازی دیجیتال کاملا فراموش شده و معمولا ابزار و محتوا به اشتباه در تضاد با هم شناخته میشن. باید به خاطر داشته باشیم که کارهایی با فیلم و ابزار آنالوگ میشه انجام داد که با تکنولوژی دیجیتال ممکن نیست و برعکسش هم صادقه. یک پروژه به اسم عکس او در ابعاد کوچک انجام دادم که در اون از سه بازیگری که به نسل‌های مختلف تعلق دارن و همه نقش هملت رو بازی می‌کنن فیلم گرفتم. از هر کدوم از این بازیگرها در فضا و زمان مجزا فیلم گرفتم. کادر فیلم رو به دو یا سه قسمت تقسیم کردم و در هر کدوم در حالی که بقیه قسمت‌ها پوشیده شده روی تنها یک قسمت فیلم برداری کردم. بعد از اتمام هر فیلم برداری فیلم رو به اول برگردوندم و روی تیکه بعدی از بازیگر بعدی فیلم گرفتم. وقتی که هر سه فیلم برداری به طور کامل انجام شد تازه میشد فیلم‌ها رو ظاهر کرد و تا قبل از اون امکان دیدن فیلم وجود نداشت. برای همین گاهی هفته ها و حتی ماه ها طول می کشید تا بتونم نتیجه نهایی کار رو ببینم. شبیه اینه که به نور و واکنش های شیمیایی ایمان داشته باشی. بعد می بینی چه چیزهای زیبایی خلق می شن. لحظه ای توی فیلم هست که دوتا بازیگر دقیقا در یک زمان بر می گردن و به هم واکنش نشون می دن. به نظر من همین غیر قابل پیش بینی بودن فیلم آنالوگ باعث خارق العادگی اون می شه. ابعاد نمایش کارها در گالری ملی پورتره خیلی کوچک بود که این با بقیه کارهایی که در این نمایشگاه بود همخوانی داشت. یه خواهر دارم به اسم آنتیگونه و به همین دلیل این اسم همیشه همراه من بوده. آشنایی با شخصیت آنتیگونه در طول زمان من رو متوجه دردناک بودن این تراژدی کرد. آنتیگونه نام نمایشنامه‌ایه که سوفوکل تراژدی نویس یونانی در قرن 5 قبل از میلاد نوشته. تو این تراژدی آنتیگونه پدرش ادیپ پادشاه تب رو در دوره آوارگیش در بیابان همراهی میکنه. ادیپ بعد از اون که میفهمه ندونسته با مادر خودش ازدواج کرده خودش رو کور میکنه و پای لنگان به قصد مجازات خودش راهی بیابون میشه. تاسیدادین که از جوونی به بیماری روماتیسم دچاره 20 سال تلاش کرد متنی بنویسه و تو اون توازی بین مشکل راه رفتن خودش و پای لنگ ادیپ شهریار به وجود بیاره. در این حال سعی داشت با تأمل بر متن سوفوکل کشف کنه چرا پدرش نام آنتیگونه رو برای خواهرش انتخاب کرده. بعد 20 سال کلنجار رفتن با سرگذشت آنتیگونه دین بالاخره موفق شد فیلمی به همین نام بسازه. تاسیدادین فیلمنامه یه صفحه‌ای نوشت و اون رو به یه بازیگر و یه نویسنده داد و ازشون خواست رابطه آنتیگونه و پدرش در دوره آوارگیشون در بیابون رو بازسازی کنن. Where did I get the courage to put out my eyes? The sun. فیلم آنتیگونه در نهایت به یک فیلم در دو صفحه نمایش تبدیل شد که به طور همزمان پخش میشن و نابینایی موضوع اصلیش بود. نابینایی در خلاقیت من، نابینایی ادیپ، نابینایی رسانه‌ای فیلم و نهایتاً نابینایی خورشید و طبیعت در زمان خورشید گرفتگی. Antigone felt a sting along her cheek. She motions the sound man out of the way and taking the microphone begins to speak. So she was born dirty. Yeah. A bit like original sin. Right. صدای همهمه رو در سرتاسر فیلم میشنویم. Oh. Did we say that? در نهایت این بیننده است که اون داستانی رو که براش جالبه از متن جدا میکنه و بهش گوش میده. همین در هم بودن صداها بخش مهمی از فیلم شد. In this room are so many people that have helped me. I just made the most ambitious project of my life here, which is Antigone. The labor that's embedded in that emulsion. There are some people in this room who know what that is and what that took.
But most importantly, I think today, is my sister Antigone. Thank you for letting me, use your name. تاسیتا در یک خانواده 5 نفره در شهر کانتربری در جنوب شرقی انگلستان بزرگ شد. پدر بزرگش بازل دین در دهه 30 میلادی بنیانگذار یکی از بزرگترین استودیوهای اون دوران به نام ایلینگ استودیوز بود. پدر تاسیتا اما با تحصیلش در رشته هنر مخالف بود. تاسیتا اما دنبال علاقه‌اش رفت و با وجود مخالفت پدرش در مدرسه هنر ثبت نام کرد. اون در سال 90 میلادی وارد مدرسه هنری اسلید شد. رابطه پیچیده با پدر بعدا باعث شد دین به دنیای افراد مسن علاقه پیدا بکنه. برای من افراد مسن جذابن، برای اینکه فکر میکنم در بدنشون اطلاعات زیادی ذخیره شده و زندگی‌های مختلفی رو تجربه کردن. فرانسیس بیکن یک جمله معروف داره که میگه رنگ به شما اجازه میده چیزی رو نقاشی کنید که قصدش رو نداشتید. من همین کار رو با گچ انجام میدم. بعضی وقتها کارهایی انجام میدم که دقیقا نمیدونم کی و چطور انجام دادم. مثل یک عمل غیر ارادی میمونه. در کنار فیلمسازی، دین طراحی‌های بی‌نظیری هم خلق کرده. اونطوری که خودش میگه، وقتی در مدرسه در رشته نقاشی تحصیل میکرده، استعداد چندانی در کار با رنگ روغن نداشته. برای همین ترجیح میداده از گچ و تخته برای طراحی استفاده کنه. طراحی‌های دین غالباً صحنه‌هایی از طبیعتن که با متن درآمیختن. من یک نقاش منظره کلاسیک نیستم. اونا برخلاف من خیلی درگیر موتیف هستند. من از یک نوع خاص گچ برای خلق منظره در کارهام استفاده می‌کنم. چند وقت پیش متوجه شدم این گچ برای خلق تصویر بهمن خیلی مناسبه. یک روزنامه‌ای پیدا کردم در مورد بهمنی که سال 1689 در مونتافون اومده بود. این بهمن یک دهکده رو کامل زیر برف فرو برد. زمانی که کشیش برای تدفین مرده‌ها به دهکده میاد، بهمن دومی او رو هم زیر برف می‌بره. بهمن سومی هم از راه میرسه که کشیش رو از زیر بهمن قبلی بیرون می‌کشه. و این اتفاق در اون زمان یک معجزه تلقی میشه. نقاشی مونتافون من از این داستان الهام گرفته که به نظر من شباهتی به روزگار امروز ما داره، که ما زیر یک چیز دفن میشیم، وقتی به زحمت از زیرش میایم بیرون یه بهمن دیگه اتفاق میفته و برمیگردیم به همون نقطه اول. کار من تا حد زیادی شرح زندگی خودمه. ما کاری جز سر و کله زدن با خودمون انجام نمیدیم. حتی زمانی که با چیزهای دیگه ای کار میکنین، باز هم سرگذشت شما وارد کارتون میشه. خیلی برام جالبه که چرا هنرمندها هنرمند میشن. شک ندارم که دلیل اون در کودکیشون نهفته است. پاییز امسال موزه بریتانیا تالار جدیدی افتتاح کرده با عنوان تالار بنیاد بخاری که به شکل دائمی مجموعه متنوعی از آثار هنر اسلامی رو به نمایش میذاره. مجموعه از اشیای روزمره و ظرف و ظروف و لباس گرفته تا نسخه های خطی و نسخه های نقاشی. لادن اکبرنیا از سرپرستان این تالار این مجموعه رو معرفی میکنه. نمایشگاه دائمی جهان اسلام که با پشتیبانی بنیاد البخاری در موزه بریتانیا برپا شده، همین روزا برای بازدید عموم باز شده. ما در موزه بریتانیا مدت ها بود که در فکر بازنگری و چینش متفاوت آثار فرهنگی و هنری اسلامیمون بودیم که حالا این فرصت دست داد. بیشتر موزه ها هنر اسلامی رو به 4 گروه آثار تزئینی طبقه بندی می کنند: خطاطی، اسلیمی ها، نقوش هندسی و فیگوراتیو.
ما نمیخواستیم توی این نمایشگاه این کار بکنیم. اینجا اشیا رو به ترتیبی طبیعی کنار هم قرار دادیم. همونطور که در جهان واقعی مثلا در یه ساختمون ریاضیدانا و معمارها در کنار خطاطا کار میکردن، ما هم اشیا و نقوش رو همونطور کنار هم قرار دادیم. شاید به جای هنر اسلامی بهتر باشه بگیم که ما اینجا فرهنگ تصویری اسلام رو به نمایش گذاشتیم، چون روایت ما از این اشیا ورای نقوش و خود این اشیاست. One of the things we'd like to bring out in the gallery is the human element, you know, so for people not to just یکی از اهداف ما تو این نمایشگاه این بوده که روایتی باستان شناسانه و مردم شناسانه داشته باشیم. می‌خواستیم بازدیدکننده‌ها بتونن از طریق این اشیا با زندگی مردمی که اونا رو ساختن یا ازشون استفاده می‌کردن هم آشنا بشن. خوشبختانه دو مجموعه خیلی خوب باستانی در اختیار داشتیم. یکی از سامرا در عراق که در قرون وسطا شهری باشکوه بوده و دیگری از سیراف، شهری بندری در جنوب غربی ایران. مثلا در حدود قرون 9 تا 11 در این شهر بندری رد مسافران و تجار رو میشه پیدا کرد. از مطالعه آثار مجموعه سیراف میشه فهمید که مهاجران هندی در اونجا زندگی میکردن و اینکه تجار از ماداگاسکار لعل وارد میکردن و اونجا باهاش جواهراتی از جمله انگشتر میساختن. آثار سفالی هم در سیراف پیدا شده که از جنوب شرق آسیا و چین وارد شده، که نشون میده چطور بعضی از نقوش به ایران وارد شدن و از اونجا به کشورهای دیگه رفتن. Were passed on into the Iranian world and then beyond. Iran and the Persian at world. ایران و سرزمین‌هایی که در قدیم تحت پادشاهی ایران بودند تا مرکز آسیا و هند و حتی بخشی از امپراتوری عثمانی که دربارش تحت نفوذ ایران یا زبان فارسی بوده، بخش بزرگی از فرهنگ تصویری اسلام رو رقم زدن و در این نمایشگاه هم می‌بینید که بسیاری از اشیاء تحت تاثیر فرهنگ تصویری ایران و شعر و ادبیات فارسی است. این نمایشگاه از قرن هفتم تا زمان حال رو در بر می‌گیره. همه اشیای این نمایشگاه ابزار و اشیای دینی نیستن. بعضی هاشون اشیای درباری هستن. مثلا اینجا یه ظرفی داریم که در نیشابور ساخته شده و شاهدیه بر این ادعا که تا چه حد فرهنگ اسلامی با ادبیات فارسی در هم آمیخته. با به نمایش گذاشتن این ظرف ما چیزی از دین نمیگیم، بلکه از فرهنگ جوامعی حرف میزنیم که زمانی اسلام دین رسمیشون بوده. در حال حاضر اسلام دین رسمی اسپانیا نیست، ولی از اونجایی که یه زمانی حکمرانان مسلمان در اون سرزمین فرمان روایی میکردن، ما آثاری از اسپانیا رو هم اینجا به نمایش گذاشتیم. یا مثلا چین. هرچند جمعیت مسلمان چین بزرگه، اما کشور اسلامی محسوب نمیشه. با این حال به خاطر بدبستان و تأثیرات زیادش در این نمایشگاه گنجونده شده. بنابراین میشه گفت که ما با دید وسیع تری به جهان اسلام نگاه کردیم. در این حال خواستیم نشون بدیم که قلمرو جهان اسلام افرادی از ادیان و مذاهب دیگه هم بودن که در کنار مسلمان ها زندگی میکردن و گاه سازنده بعضی از این اشیا بودن. جهان اسلام تعریف ساده ای نداره و آمیزه ای از جهان ها و فرهنگ ها و مذاهب و مردم مختلف. اینه تعریفی که ما میخواییم توی نمایشگاه بهش برسیم.
تام بیلی هم یه فعال زیست محیطی و هم هنرمندی خلاق در عرصه تئاتر. بیلی در کار جدیدش علاقه زیست محیطیش رو با موضوع مهاجرت ادغام کرده و کاری ساخته با عنوان توگونغوه که در واقع در پرنده شناسی به استراف و تشویش پرندگان مهاجر گفته میشه. بیلی در کارش این سوال رو مطرح میکنه که آیا توانایی انسان‌ها برای مهاجرت در طول تاریخ افزایش پیدا کرده؟ مقصود صالحی به دیدن این کار رفته. The marsh warbler. سسک تالابی تنها پرنده‌ایه که در راه مهاجرتش آواز پرنده‌های دیگر رو تقلید می‌کنه. پرنده شناسی در دهه 70 متوجه شد میتونه نقشه مهاجرت این پرنده رو از روی آوازهاش که در واقع آواز پرنده هایی بود که در مسیرش ملاقات کرده بود ترسیم کنه. معلوم شد که این پرنده از شرق آفریقا به اروپا کوچ کرده. The ornithologist created sonograms, visual maps of sound. تغییر صدای سسک استعاره خوبی از شرایط انسان مهاجر و تغییراتیه که فرد در مواجهه با محیط‌های تازه دچارش میشه. به علاوه ماجرای سسک ماده اولیه خوبی بود برای پرداختن به موضوع زبان و مقایسه شرایط کسانی که به واسطه زبانشون قدرت بیان دارن و اونهایی که قدرت بیانی ندارند. The sun sets. The marsh warbler senses the day shortening. The light change triggers hormones like a wildfire. As if the movement of the body were connected to the movement of the earth. Before I started making theater, I was very involved in قبل از اینکه به کار تئاتر مشغول بشم، فعال و روزنامه‌نگار محیط زیست بودم. من دغدغه‌های محیط زیستیم رو با خودم به تئاتر آوردم و اسم کمپانی تئاترم رو هم مک انیمال گذاشتم. چون فکر می‌کنم ما در دوران خیلی جالبی زندگی می‌کنیم. دورانی که حیات روی زمین با ماشین‌آلات و تکنولوژی در هم آمیخته. به طور مثال ما امروز صحبت از زیست‌شناسی مصنوعی می‌کنیم. من هم می‌خواستم تئاتری تولید کنم که سوالات همین دوران رو مطرح کنه. علم جانورشناسی مهاجرت حیوانات را سفر رفتن و بعد بازگشتن به خانه تعریف می‌کند. از ابتدای پیدایش انسان در 130 هزار سال پیش در آفریقا ویژگی انسان مهاجرت بوده است. ترک خانه یا سرزمین، جا به جایی، به وجود آوردن زندگی جدیدی در جای دیگر. Why is the way that we talk about human migration so separated? چرا نحوه حرف زدن ما درباره مهاجرت انسان‌ها تا این حد با اون طور که درباره مهاجرت در طبیعت صحبت می‌کنیم متفاوته؟ مهاجرت انسان پدیده‌ای که با تاریخ انسان تغییر کرده و ما امروز به زبان اعداد و اقتصاد و خودی و غیر خودی درباره مهاجرت انسان‌ها صحبت می‌کنیم. من برام جالب بود درباره بیولوژی مهاجرت انسان‌ها بیشتر تحقیق کنم. مردم شناسا فکر میکنن ما گونه‌ای هستیم که به طور طبیعی اهل مهاجرت هستیم. ما خیلی از توانایی که به خاطر همین مهاجر بودن داشتیم رو از دست دادیم. مهارت‌هایی مثل جهتیابی با ستارگان. امروز شیوه های مهاجرت ما عوض شده و دیگه به کمک تکنولوژی مهاجرت میکنیم. Better but no. Relax.
برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینید. اگه خواستین گزارش ها و برنامه قبلی ما رو ببینید به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی خداحافظ.